رضا حاجی حسینی روزنامه نگار از مالمو سوئد همراه ماست. آقای حاجی حسینی خیلی خوش آمدید. گفته میشه که 3 دانش آموز دستگیر شده. دفعه اول هم نیست که این اقدام رو به شیطنت دارن نسبت میدن یا ادا در آوردن تو که پیشتر گفته بودن. فکر میکنید که چرا الان مجددن رفتن به سمت این جور توجیه کردن این مسئله که بگن حالا شیطنت های دانش آموزان بوده؟ یک سیاستی رو که جمهوری اسلامی به کار میبنده در اطلاع رسانی که در واقع فریبکاری درش اتفاق میفته این است که مجموعه از اطلاعات گمراه کننده از سوی مسئولان و کسانی که به هر حال صدای اونها شنیده میشه یا در واقع محل رجوع هستند برای دادن و گرفتن اطلاعات ارائه میشه. مجموعه این اطلاعات گمراه کننده در واقع کاری میکنه که واقعیت دفن بشه و دسترسی به واقعیت موضوع دورتر و دورتر در واقع بشه از دسترس شهروندان و افکار عمومی. این کاریست که ما میبینیم اینجا هم صورت گرفته، اتفاق افتاده. از روز 9 آذر که اولین خبرها درباره مسموم کردن دانش آموزان و به خصوص دانش آموزان دختر در قم منتشر شد، اطلاعات گوناگونی بیرون آمده است از مراجع رسمی و مراجع غیر رسمی. تا جایی که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرد که این اتفاق افتاده و خواهان برخورد شد، گفت که این دانش آموزان عذر میخوام آقای حاجی حسینی، ارتباط ما با شما ارتباط بسیار بدی هست، صدای شما به شکل مداوم قطع و وصل میشه. اگر که مجددا صحبتی بفرمایید ببینیم بهتر شد یا نه. الان صدای من دارید؟ بله بهتره، بفرمایید آقای حاجی حسینی. من عرض میکردم که آنچه که اتفاق افتاده است در گستردگی و فراوانی این اتفاق وقتی که مشاهده میکنیم شهرهای مختلف، استانهای مختلف، مدارس مختلف درگیر هستند با موضوع، اینکه این تقلیل داده بشه به شیطنت دانش آموزان بسیار عجیبه. ایشون گفتن که 90% کسانی که آسیب دیدند اینها مورد خاصی نداشتند، استرس، و بعد هم آمدند از واژه بدحالی استفاده کردند و گفتند که ما اون گروهی که داره روی این موضوع کار میکنه چون به این نتیجه نرسیده که دانش آموزان مسموم شدند، ما اسمش رو میگذاریم بدحالی. خب این وضعیت در حالی که والدین نگران هستند، این نگرانی عمده است. عملاً حق تحصیل دانش آموزان دختر داره هدف قرار میگیره و در حالی که ما میبینیم در جریان جنبش زن زندگی آزادی چطور این دانش آموزان به میدان آمده بودند، اعتراض کردند، عکس سران جمهوری اسلامی را از کتاب‌های درسی خودشون حذف کردند، در مدارس شعار دادند، طبعا زن ایجاد میشه که جمهوری اسلامی و حاکمیت تلاش میکنه از این طریق از اونها انتقام بگیره و خودسری و عدم مسئولیت پذیری و بحران پاسخگویی رو هم ما میبینیم چون این کار رو میکنند و مسئولیتش رو هم به عهده و به گردن نمیگیره. بله خیلی متشکرم از شما رضا حاجی حسینی، روزنامه‌نگار از سوئد، ما رو همراهی کردید.